هر روز میرفت خونش رو تمیز میکرد، یه عالمه میوه شیرینی اینا میگرفت. ویکند بود میگفتش که من مجلس حدیث کسا گرفتم که من بعد بیام. من گفتم که من میام ظرفاتو میشورم هاسپیتال، یعنی میرم در باز میکنم، ویلکام میگم به کسایی که میان و حالا خودم رو با چیزای ظرف و اینجور چیزا مشغول میکنم. حتی در جلسات اول حتی پارتیسیپیت شرکت هم نکردم در دعاش، انقدر عناد داشتم نسبت به اسلام و اینجور چیزا. دیدم که یک سری آدما مهمانهای این میان، شروع کردم به دقت بررسی ببینم که تحولاتی که تو این آدما به وجود میاد اینا میان اینجا چی میشه. دیدم میان خستن، کوفتن، استرس دارن، استراب دارن میان، ولی این دعا رو که میخونن با لبخند از این در میرن بیرون، آرامش میگیرن. پرسیدم از صابخونه حدیث کسا چیه، این دعا چیه. دیدم اصلا سرشون شلوغه، نمیدونم چرا جوابی نمیگرفتم. توی عالم روی صادقه دیدم که همون فضای خونه که همیشه مجلس هست رو دیدم. بعد دیدم که من وارد اتاق میشم، ایشون یه روی زمین همون فضایی که هستش سفره بود پر مائده های بهشتی، غذاهایی که من تو هیچ رستورانی، نه تو ایتالیا نه تو فرانسه، زیبایی هایی که در رستوران های آمریکا هیچی ندیدم که تو سفره‌ای که پهن بود توی اون خونه دیدم. بالا سر این سفره خانومی از پشت نشسته بود، یه خانم محجبه، ایشون دعایی دستشون گرفته بودن باز کرده بودن و بالا این سفره داشتن میخوندن. انقدر نور از این دعا زده بود بیرون که تمام فضا رو پر نور کرده بود. هیچ کس به هیبت و احترام خانم از زهرا رو ندیده بودم، اصلا هیچ زنی رو اینطوری ندیده بودم که آدم یه دقیقه چشمش بخوره بهش، ناخودآگاه خشیت میگن کلمه فارسیش، یعنی یه چیز حالت خضوع به آدم دست بده از هیبت دیدن یه کسی. میگم من این همه ملیت ها دیده بودم و انقدر تکون خوردم که پام لرزید و همونجا جلوی در، یعنی وارد نشدم، جلوی در افتادم، شکست. اون سوتده قبلی دیگه شکست با اون افتادنه که پاش پیش خورد، سوتده که فقط همین در حد این که به زیبایی فکر کنه، خوشگل باشه، نمیدونم هیکلش انقدر وزنش باشه، موفق باشه اینا، اصلا یعنی با یه چیزی چشمم آشنا شد که فهمیدم زن بودن تازه یعنی چی. تمام منیت من با اون افتادن شکست و میگم همیشه میگم اومدم ایران که حرم امام رضا رفتم، دیدم تمام دیوارهای حرم امام رضا از آینه های کوچولو درست شده، آینه های شکسته به هم چسبیده. گفتم اوکی سوزده that's you، تو هم اینطوری شکستی وقتی که با خانم فاطمه زهرا مواجه شدی، به خاطر اینه تو حرم های امام رضا همه آینه ها شکسته است، چون دیگه کسی خودشو نمیبینه، باید اون بوت منیت شکسته بشه. و زنگ زدم به اون خانومی که مجلسو میذاشت، گفتم که من همچی چیزی دیدم، چه خبر اصلا، هستی که اصلا چیه، من عاشق شدم، من اصلا کسی به این زیبایی ندیدم، به من بگو این کیه این زن، من تا حالا این زن رو تا حالا ندیدم، میخوام بشناسمش، میخوام ببینمش، میخوام مثل اون بشم. و تمام قدم به قدم تحقیقایی که میکردم و به حضرت زهرا هی آشنا میشدم، تمام سوالات من جواب داده میشد. یعنی مثلا نمیدونم یه شخصیت باید چقدر بزرگ باشه، چقدر پر از علم و حقیقت و زیبایی باشه، پر از نور باشه که اینقدر جواب به من بده. من این همه جا رفتم، این همه کلیسا رفتم، در هزار تا معبد رو زدم، هیچ کدوم از اینا برای من جواب نداشتن. ولی وقتی در شکست حضرت زهرا رو زدم، ایشون هر چی بود در اختیار من گذاشت. یعنی تمام اون سوالی که می‌خواستم بدونم من کیم، کجا میرم، و اون دیدی که برای این دو روز دنیا داشتم و هی برنامه می‌ریختم که
تا زندم این کارو کنم، تا زندم نمیدونم فلان سفرا رو برم، نمیدونم چی، فلان هتل ها، رستوران ها، شاپینگ سنتر ها، مارک این، مارک اون، همه اونقدر کوچیک به نظر رسید، همه اونقدر پیش پا افتاده نظر رسید که بهم انگیزه ای بودن داد. داره دل رو به یه جای غریبی میکشونه، اون که با چادر خاکیش گناه